حال و روز امروز مردم لرستان در 14 روز از سال 98. گلولای پس از آن طغیان‌ها در روستاها از کوچه تا خانه ها آمده و مشکل به مشکلات مردمان اضافه کرده. 20,000 نفر آواره این سیلاب ها هستند. فرمانده پل دختر خواستار تامین هرچه سریعتر و بیشتر بسته های بهداشتی و امدادی، پتو، چادر، غذا، آب و نان شد. بعضی مردم لباس برای پوشیدن ندارند. مشکل مسدود شدن راه‌های مواصلاتی است. مسیر روستاهایی چون پل دختر و معلولان. جاده‌ها مسدودند و اکثر زیرساخت‌های ارتباطی تخریب شدند. رانش زمین در مناطقی چون پل زال مزید بر این مشکلات شده. امداد هوایی هلال احمر به این مناطق اعزام شدند، اما شرایط برای این نوع از امداد رسانی هم آسان نیست. بلخص در شب 650 روستا در لرستان آسیب جدی دیدند. وضعیت بحرانی روستاهای سنگتراشان و نوژیان کمتر از پل دختر نیست. یک سوم درود 38 روستا زیر آب رفتند. 670 روستا بی برق شدند، 620 روستا نیازمند آب شربند. با این حال معاون غذا و داروی این استان میگوید برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی وجود نداره. هشدار وزارت بهداشت اما برای کنترل سلامت کمپ‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی جدی است. شیوع اسهال خونی گزارش شده. مرگ 15 تن و مصدومیت 166 نفر تا به اینجا در لرستان اعلام شده. استان لرستان، شهرستان ازنا. وضعیت قرمز در مناطقی چون ازنا و درود ادامه داره، چرا که هنوز این مناطق در محاصره سیل قرار دارند. میزان نهایی خسارت‌های مالی سیل لرستان هنوز مشخص نشده. مردم به جز سقف بالای سر، منابع درآمد خود را هم از دست دادند. اینجا روستای علی‌آباد، شهرستان ازنا، استان لرستان. اینم وضعیت زمین‌های کشاورزی. زمین‌های کشاورزی و مغازه‌های بی‌شماری در این سیلاب‌ها ویران شدند. از وضعیت 60 روستا هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست. فیروزه جابانی، اتاق خبر.